نخستین همایش بینالمللی تدوین و اکسانسازی آین های داوری مسابقات بینالمللی قرآن روز سیوم دیماه در شهر مقدس کربلا به کار خود پایان داد و شرکت کنندگان بر ضرورت تشکیل اتحادی بینالمللی اسلامی قرآن برای اجرای مصوبات این همایش تاکید کردند در این همایش بینالمللی که به مدت چهار روز و به همت دارو آسان مقدس حسینی برگزار شد، نمایندگان 16 کشور حضور داشتند. صفا سیلاوی، مسئول مرکز رسانه قرآنی دارو قرآن آسان حسینی در این بار گفت آین اختتامی این همایش در ساختمان دارو آسان حسینی برگزار شد، و شیخ خیرالدین الهادی مدیر دارالقرآن آستان مقدس ما حسین علیه السلام و تاها عبدالوهاب از قاریان و داوران برجسته مصری در این مراسم سخرانی کردند. وی افزود تعامل با کشورهای اسلامی دیگر که نمایندگان آنها به دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط دیگر موفق به حضور در این همایش نشدند از دیگر مأموریت‌های این اتحادیه خواهد بود سیلاوی با اشاره به اینکه آینامه های داوری مورد توافق در این همایش به اجرای روان مسابقات قرآن کمک خواهد کرد افزود در این بیانیه همچنین تاکید شد که کشورهایی که موفق به حضور در همایش قرآنی کربلا نشدند ضرورت دارد که از نتایج آن و آینامه های فنی داوری مورد توافق در آن اطلاع پیدا کنند وی در پایان گفت نتایج و آینامه های داوری مسابقات قرآن که در این همایش مورد توافق قرار گرفت، کمک شایانی به قاریان، حافظان و اساتید قرآن خواهد کرد زیرا آینامه های داوری در مسابقات بین‌المللی، بین‌المللی قرآن و همه کشورها واحد و یکسان خواهد بود.